سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بالقرآن والمرسل إلى الإنس والجان اللهم اجعلنا بهم متمسكين وبولايتهم من الفائزين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه شکرگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. تقوایی که تنها عامل نجات انسان است و شرط قبولی اعمال و کردار انسان میباشد. لذا امیر بیان لنگر زمین و آسمان امام سفید رویان فرمودن مردم بیدار و هوشیار باشین، تقوا را حفظ کنین و خودتان را با تقوا از هر خطر و زیان و ضرر حفاظت و حراست کنید. الا فسونوها و تسونوا بها. در خطبه اول بحث قرآنی را در ارتباط با شکوفایی جامعه، عوامل شکوفایی، عزت، امنیت و پیشرفت جامعه از منظر قرآن بسیار مختصر و کوتاه عرض می کنم. در خطبه دوم یکی دو تا مسئله مربوط به جهان اسلام و کشورمان افغانستان از موضوعات است که لازم است مطرح شود و پایان عرائضم به مناسبت ایام مصیبت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها بحث کوتاه و یاد مختصری از شخصیت بیبی و اینکه شناخت این شخصیت در زندگی ما آثار و برکات فراوانی دارد. بحث اول که مبحث قرآنی است، از منظر قرآن بحث را دنبال می‌کنیم. همونطوری که یک بنای ساخته می‌شود، نیاز به مهندسی دارد، به نقشه دارد، به مجری دارد و بدون دخالت و مدیریت عوامل و برنامه‌هایی که مد نظر است یک بنای مفید و سالم ساخته نمی‌شود، بی تردید و بدون شک شکوفایی جامعه هم نیاز به مدیریت و برنامه‌ریزی دارد. جامعه هم باید به سمت کمال برود. سال، دهه و زمان که می گذرد ما شاهد ترقی و تکامل جامعه باید باشیم. خداوند در قرآن می فرماید قانون خدا ایست که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ما سرنوشت جوامع انسانها، مردمان را عوض نمی کنیم مگر اون که خودشان
و تغییر سرنوشت فکر کنن و از راه‌هایی که میتوانن پیشرفت کنن و ترقی کنن حرکت کنن. نه تنها جامعه انسانی به این برنامه ها نیازمند است که همه نظام هستی، همه خلقت، همه موجودات در مجرای علل و معالیلی که دارن باید برنامه ها رو بپذیرن و اجرا کنن تا بتوانن به کمال خودشان برسن. این سنت خداست. اگر ما از این مسیر حرکت نکنیم، منتظر باشیم خود به خود تغییرات بیایه، شدنی نیست. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. قانون خدا نقض نمیشه، عوض نمیشه. قانون بشر که نیست، خطا کرده باشه، کوتاه فکری کرده باشه، غفلت کرده باشه، بعدن اصلاح بکنه، تبصره بزنه. نه، قانون قانون خداست. قانون خدا کاملترین قانون است. پس ما برای رسیدن به سعادت باید این قانون را بشناسیم. یکی از عوامل مهم و سرنوشت ساز، سهم مهم در تعالی جامعه دارد، مسئله اعتقاد به وحی است. یعنی ما قبول داشته باشیم که خیلی از نیازهای ما انسانها را خدایی که ما را خلق کرده به انبیای الهی وحی کرده. اگر ما جامعه انسانی این جنبه را فراموش کنیم و به این جنبه توجه نکنیم، فرهنگ خود ما، فرهنگ انسان بی باور و غیر معتقد به وحی، فرهنگ نیست، شبیه زندگی حیوانات است. قرآن به این نکات بسیار عمیق و هدفمندانه توجه کرده. در تحولاتی که گفته می شود، تنها کثرت نسل مد نظر نیست. شاید همونطوری که یک مهندس، یک دامدار، یک مرغدار می تواند برنامه ریزی بکنه نسل و تعداد حیواناتش را بالا ببره، ممکن است جامعه بشری از نظر تولید انسان و اطفال پیشرفت کنند، اما وحی می آید در کنار این پیشرفت کمی به فکر، به باور، به عقیده، به فرهنگ و به دیانت و به اخلاق توجه میکنه. جامعه بشری بدون اعتقاد به وحی، به تعبیر قرآن میگوید هر کی زور بیشتر دارد او خوشبخت‌تر است. قد افلح الیوم من استعلا. هر که زور بیشتر داره، قدرت بیشتر داره، این انسان پیروز میدان است. اما وحی وقتی وارد صحنه زندگی بشر و جامعه می شود، می گوید هر مقدار که قدرتت بیشتر شد، مسئولیتت بیشتر میشه. این ثروت تنها مال تو نیست. این قدرت فقط برای رفاه و آسایش و آرامش شخص نیست. تو در قبال این ثروتی که نصیبت شده، در قبال این قدرتی که نصیبت شده مسئولیت داری. باید سهم دیگرا را از این امکاناتی که در اختیار تو هست فراموش نکنی. چقدر واژه های زیبا، واژه های دوست داشتنی در وحی در ارتباط با این موضوعات است. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انشاءالله در خطبه دوم وقتی از بی بی سلام الله علیها یاد میکنم، به یکی
از موارد مهم که در ذهن دارم و در برنامه دارم میرسیم و همون عمل بی بی به همین آیه است. کار ندارم زندگی اجتماعی، زندگی جمعی، زندگی در کنار هم بودن ایجاب میکنه ما به دستورات وحی توجه کنیم. عدالت یکی از این دستورات است. اخلاق دیگران را از خود مقدم داشتن، سهم برای دیگران قائل بودن، منفعت به دیگران رساندن، همه اینها از دستورات وحی است که اینجا فرصت نیست من به همه اینا بپردازم. فارابی این دانشمند علت پیشرفت یک ملت را، چرا ملت ها پیشرفت میکنن، میگوید جهان بینی بی نقص است، بی عیب است، صائب است. جامعه انسانی به قانون نیاز دارد، مخصوصا به وحی نیاز دارد. با اینکه الحمدلله ما یک جامعه مسلمانیم، یک جامعه معتقد به وحییم، خیلی وقت جلسه با ارزش نماز جمعه را نگیرم، چرا وضعیت ما نابهنجار است؟ چرا نگرانی ها من روزافزون است؟ چرا تحولات به شکل دلخواه و حداقل قابل انتظار نیست؟ ما عوض اون که نزدیکتر شویم، عوض اون که منسجمتر شویم، پیشرفته‌تر شویم، آثار مشکل، آثار ضعف، آثار بی توجهی را در سطح کلان جامعه می‌بینیم. من معتقدم ما اعتقادمان خوب است، اما فرهنگمان، عملمان، کردارمان مشکل داره و قرآن در اینجا هم نسخه پیچیده، در اینجا هم درمان داره. یکی از حرفای قرآن این است: لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرف میزنین عمل نمی کنین؟ کبر مقتن عند الله، گناه بزرگ است، گناه بزرگ است حرف بزنیم عمل نکنیم. با حرف جامعه به سمت عدالت نمی رود. علی علیه السلام فرمود در گفتار خیلی راحته، همه دم از عدالت می زنن، اما در کردار این انسان هایی که دم از عدالت می زنن خیلی مشکل دارن. ما امیدواریم شاهد عمل به دستورات وحی باشیم. تنها حفظ قرآن، تنها پخش قرآن از تلویزیون و رادیو مشکل حل نمی کنه، یک بخشی از کار است، بخشی کوچک. اونی که تحول می آورد، اونی که آسایش می آورد، پیشرفت می آورد، عمل به قرآن است. فرهنگ قرآن را باید نهادینه کرد. مجموعه از آگاهی ها، باورها، اخلاق، آداب را که وحی به ما دستور داده اگر در زندگیمان پیاده کردیم، اون زمان است که جامعه متحول می شود. اون چیزی که از منظر وحی فرق بین انسان و حیوان است، جامعه انسانی را از جامعه غیر انسانی جدا می کند و تجلی زیبایی ها و منصه ظهور اون چرا که در فکر و ذهن من می پرورانیم به عنوان یک ایده انسانی، اون چیزیست که ما دستورات اسلام و دستورات وحی و فرهنگ وحی را به کار ببندیم
و الا رکود است، انحطاط است، عقب رفتن است، قهقرا است. لذا قرآن به صراحت این دردها را در یک بیان به شکل کلی مد نظر قرار داده، می فرماید لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب که برنامه وحی را در نظر ندارد، برای او نمی تپد و برای او نمی سوزد. این قلب قلب انسان نیست ولو در کالبد انسان است. چشم که درد دیگرا را نمی بیند، مشکل دیگرا را نمی بیند، مشکل دردمندان را توجه نمی کند، اگرچه این چشم در سر انسان است اما چشم انسان نیست. روایت داریم اگر تو از غذایی می خوری که یک موجودی که دو تا چشم داره به او نیاز داره و به تو نگاه می کنه، به مصیبتی و رنجی مبتلا می شوی که درمان نداری. و لهم آذان لا یسمعون بها، گوشی که به فریاد مظلوم توجه ندارد. این گوش اگرچه در بدن انسان است اما گوش انسان نیست، اینها انسان نیستند. کل انعام، اینها مثل حیواناتند. بل هم اول، اینها از حیوانات هم گمراه‌ترند. دلیل این گمراهی را، دلیل این عقب ماندن را غفلت انسان ها می داند. اولئک کل انعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. باید عبادت ما، مجلس ما، نماز جمعه و جماعت ما، دین ما و عقاید ما، ما را برای یک زندگی این چنینی به حرکت در بیاورد. چرا قرآن می فرماید مشرکان نجسند؟ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک است. اگر به شستن باشد که مشرکا خیلی از کشورها، خیلی از جوامع از ما بیشتر به آب و صحت و بهداشت توجه دارند. اسلام هم توجه داره. انما المشرکون نجس، اونها که بهداشتشان به مراتب از ما بالاتر است. سرگ ها و خانه های اونها تمیزتر و مرتبتر است. چرا اسلام و قرآن این آیه را که خواندم در سوره مبارکه توبه است، آیه 28، مشرکان را چرا نجس می داند؟ چرا؟ به خاطر که مشرک حق را نمی پذیرد. هر انسانی که زیر بار حق نمی رود، این قانون او را می گیرد. وقتی در قضاوت، در حق ستانی، در مطالبه حق به حق توجه نمی شود، این انسان مسیر شرک را پیموده ولو در جامعه اسلامی باشد. ما باید برای رسیدن به یک زندگی کامل و الهی فرهنگ قرآن، فرهنگ وحی را توجه کنیم و در زندگیمان پیاده بکنیم. خدایا ما را بیش از پیش با فرهنگ وحی و قرآن آشنا بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه حضار خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه که در سوره مبارکه جمعه با عبارت با تلاش خودتان را به این برنامه برسانین معرفی شده، اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، از نظر ارزش معنوی به حج فقرا تشبیه شده، از ثواب و از معنویت بلند و والای برخوردار است. در این حال مسئولیت خطیر و بزرگی را هم عهده‌دار است. اون چرا که برای سعادت جامعه اسلامی، برای بیداری و بصیرت مردم نیاز است، بر اساس درک و فهم که باید یک انسان آگاه داشته باشد، اونها را در فضای این برنامه عزت و اقتدار مطرح کند تا هم مردم بفهمند و هم در مسیر زندگی بعد از بیرون رفتن از این فضا با یک برنامه منظم که هفته به هفته این برنامه بروز می شود، نو می شود و نهادینه می شود، باید حرکت کنند، هم در بود اقتصاد، هم در بود وحدت، هم در بود فرهنگ و بینش و حرکت آگاهانه. به همین اساس یکی دو نکته عرض بکنم تا بحث پایانیم را در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام و السلام، مخصوصا فاطمه زهرا سلام الله علیها، انشالله بحثم را ادامه بدم. گزارشی را که هفته گذشته شنیدم، روزهای پایانی، یک خبر بسیار دردمندانه و سختی بود که دولت هند سرکوب پیوسته و کارزار پیوسته مسلمان ها را دنبال میکنه در این اختلافی که با کشور پاکستان داره، و در همین روزهای آخر مسجد جامع سرینیگر در منطقه جامو و کشمیر را تعطیل کرد. مسجدی که بیش از 600 سال قدامت دارد و برای قرنها می شود که مرکز علوم اسلامی، مرکز پخش و نشر و در واقع مرکز یادگیری احکام، معارف و اخلاق اسلامی بود، امروز به هر دلیل این حرکت شده، حرکتی است خلاف آزادی، خلاف حریت، خلاف حقوق بشر. به همین دلیل است که تعطیل کردن مسجد مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفت. دولت ناریندرا مودی
در مقابل این حرکت دلیل قانع کننده در قبال جامعه جهانی نداشته، اما یک بهانه ای را مطرح کرده. من ضمن محکوم کردن این حرکت از این فضا، شاید ما در اون حد رسانه های در اختیار نداریم که صدای ما را به گوش جهان برساند، اما با عنوان یک مسلمان و با عنوان یک انسان که معتقد هستم به این که اسلام دین آگاهی است، مسجد از نظر اسلام همون ارزشی را دارد که علی علیه السلام فرمود اگر من آزاد باشم بین رفتن بهشت و رفتن به مسجد، مسجد می روم. چرا؟ چون در رفتن به مسجد رضای خداست و در رفتن به بهشت هوای نفس است. تعطیلی مسجد یعنی احساس خطر از مسجد. در این حال بهانه آوردن، گفتن این مسجد کانون تحریک اعتراضات و درگیری هایی بوده که امنیت منطقه را به خطر می انداخته. من همیشه عرض کردم ما باید مساجدمان را به شکل اداره بکنیم که شایسته مسجد است. مسجد مرکز بیداری است، مسجد مظهر و نمایشگاه وحدت و انسجام و پیشرفت و همدلی است. مسجد محل آنارشیزم و حرکت‌های برخلاف امنیت و آسایش نیست. چرا؟ در مسجد باید به همه مسائلی که جامعه اسلامی نیاز دارد پرداخته شود. من امیدوارم که جامعه اسلامی بیشتر با حرکت‌های که باعث ضعف و در واقع بد جلوه دادن جامعه اسلامی است مبارزه کنند. افرادگری هیچ وقت باعث سربلندی اسلام نبوده. اسلام اگر جهاد دارد برای آزادی است. جهاد بیداری در اسلام گاهن از جهاد شمشیر و جهاد مسلحانه بالاتر است. افضل الجهاد کلمت و عدل عند امام جائر، با ارزشترین جهاد گفتن حق است در مقابل حاکم زورگو. نکته دوم، روزهایی را که پشت سر می گذرانیم، روزهایی را که درش قرار داریم، ملت ما سخت گرفتار مشکلات مخصوصا مشکل اقتصادی است. کسانی را که در این برنامه و در این فشار و در این تنگنا مردم ما را قرار دادن، اینها را تذکر می دهم. کشورهایی که دخیلن، قدرت‌های غربی غیر مسلمان، این درست نیست. هم باید به حقوق توجه کرد، هم باید به انسانیت و اخلاق توجه کرد. شما برای خواسته هایی که دارین یک ملت را در این فشار قرار دادین، سرمایه های این ملت را به بهانه های واقعی نگه داشتین. امروز ثروت افغانستان منجمد کردن، میگویند ما به خاطر دادخواهی خانواده هایی که در 11 سپتامبر اینها در اون حادثه آسیب دیدن، مشکل دیدن، اونها ادعا دارن. با کدام منطق؟ این دنیایی است که دم از آزادی میزنه. ای از او بهانه هایی است که هیچ انسان عاقل نمیتواند بپذیره. ملتی که آدم وقت صحنه ها را میبینه مثل یک داغ جگر هر انسان با وجدان را میسوزاند، مثل یک آتشی که شعله بر میکند و دست و صورت انسان را
می سوزاند شنیدن این حرف ها هر انسان آزاده ای را، هر انسانی که رنگ و طعم انسانی و اندیشه انسانی دارد او را می آزارد. وقتی می گوید ما سر سفره به فرزندانمان می گوییم غذا کم بخوریم، ما کرایه وسیله نقلیه نداریم، ساعتها پیاده میریم، حقوق این ملت را نگه داشتن به بهانه ها قابل قبول نیست، باید وضعیت عوض بشه. البته حاکمیت هم باید به اصول و مقررات و رابطه جهانی و اصول و در واقع موازینی که جامعه خرد و عقلانیت و روابط انسانی ایجاب میکنه تعامل بکند. اینها باید مهار شود. اگرچه روز چهارشنبه یک برنامه را شورای امنیت سازمان ملل تصویب کردند که کمک رسانی به مردم افغانستان به اتفاق آرا تأیید شد و تصویب شد، ما امیدواریم این زمینه ها بیشتر فراهم شود و باید به داد مردم رسید. صحنه های بسیار سخت و دلخراشی را مردم ما دارن تحمل میکنن. در این حال ما وظیفه درونی داریم، وظیفه کشوری داریم، وظیفه ملی داریم که به خاطر حل مشکل مردم باید بیش از اونچه که شاهدش هستیم توجه شود. امروز نباید یک دست فروش، یک کاسب مثل حاکمیت گذشته مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار بگیرد. مردم به شدت آسیب پذیر شدند. نباید دنبال بهانه بود، به بهانه از مردم مطالبه کرد. با کفر زندگی می شود، با ظلم زندگی ادامه پیدا نمی کند. مردم در حاکمیت قبلی اون چرا که نداشتن عدالت بود. امروز انتظار این است که عدالت، شیرینی عدالت به کام مردم، به زندگی مردم دیده شود. خدایا ما را برای یک زندگی عزتمند و آبرومندانه دولت و ملت ما را یاری بفرما. آخرین نکته ای را که عرض می کنم، ایام مصیبت و سوگواری دختر رسول الله، دختر نبوت، همسر ولایت، این حدیث خود وجود مبارک رسول الله از پروردگار خالق هستی نقل کرد که اگر علی را خلق نمی کردم هم وزن زهرا، هم ترازوی زهرا از آدم و مندونه در خلقت پیدا نمی شد. یک نگاهی به شخصیت زهرا، اگرچه در ایام مصیبت و عزای بیبی همه شما عزیزان کمال حرمت و احترام رو دارین، باز هم خواهشم این است که این حرمت و احترام در مسیر شناخت بیبی باشد. اهداف بیبی را بشناسیم، شخصیت بیبی، این که یک مادر نمونه است، این که یک دختر نمونه است، این که یک انسان الگو و نمونه است، نه الگوی ما انسانهای عادی، قرنهای متأخر، حتی الگوی امامان، نه تنها ائمه که مادرشان را دیدن، امام مجتبی و امام حسین علیه السلام، بلکه الگوی کسی که نجات همه بشریت به دست با کفایت اوست، یعنی طاووس بهشتیان، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. من خیلی در خطبه ها از قرآن یاد کردم، همه شما عزیزان به ذهن دارین، پیغمبر فرمود قرآن جلو قرار بدین، پشت سر قرآن حرکت کنین، این شما را سعادتمند میکنه. اگر قرآن پشت سرتان باشه، خودتان جلو جلو حرکت کنین، بعد آیه بخوانین،
برای که حرکت خودتون رو توجیه کنین این شما رو بیچاره میکنه، آخرش ضرر و زیان است. یکی از برنامه هایی که خداوند به شکل یک قانون در نظر گرفته، تعامل متقابل قرآن و اهل و بیت است. اجازه بدین این نکته را باز کنم. یعنی به همون اندازه‌ای که قرآن در زندگی انسان‌ها اثر داره، نقش داره. خب می‌دانین قبل از نزول قرآن زن‌ها را زنده به گور می‌کردن. این یک حقیقت است. اذا اخبر احدهم بالامسا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب. تراب یعنی خاک. خبری به دنیا آمدن دختره که میدادن متحیر بود زنده بمانه با ذلت نگهداری کنه یا او را زنده به گور کنه. یه قرآن آمد این تغییرات آورد. به همون اندازه ای که قرآن نقش دارد، اثرگذار است، به همون میزان شناخت اهل بیت در زندگی انسان ها اثرگذار است. اون شخصی که فاطمه سلام الله علیها را میشناسد، محیط زندگی او، فرزندداری او، شوهرداری او، همسرداری او، مجلس عروسی او، رابطه او، درس خواندن او، طبابت او فرق دارد با دیگران. ما تجلیلی از زهرا را به این هدف دنبال میکنیم، این را به نفع جامعه میدانیم. همون گونه که ما وظیفه داریم با منکرات مبارزه کنیم، وظیفه داریم خوبی ها را بشناسانیم و بشناسیم. برای شناختن خوبی ها، زیبایی ها، یکی از راهاش شناخت اهل بیت است. لذا فرمودن فانزلوهم به احسن منازل القرآن و ردوهم ورود الهیم العطاش. اینها را مثل آیات قرآن احترام کنین، با همون دیدی که بلن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نگاه میکنین، با همون دیده که به آیه و قر رب زدن علما نگاه میکنین، با همین دید به اهل بیت نگاه کنین، با همین دید به زهرا نگاه کنین، با همین دید به سید الشهدا نگاه کنین. خدا به پیغمبر فرمود و انزلنا الیک الذکر، ما به تو قرآن نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم. خب این قرآن اگر پیغمبر نیامده بود نازل میشد چه اثر داشت؟ پیغمبر بود که این قرآن معرفی کرد، روشن کرد. اهل بیت اگر نباشن امکان نداره ما قرآن بفهمیم. لذا فرمود دو امانت گرانبها. من به این مسائلی که بعضی جاها مطرح میشه اصلا اعتنا نمی کنم. این حقیقت باید درک کرد. بدون این تعامل فهم قرآن مشکل است. علی علیه السلام فرمود سلونی عن کتاب الله، از قرآن خدا از من بپرسین، فانه لیس من آیتین، در بین این 6232 آیه آیه پیدا نمی شود که من نشناسم. فرمود الا وقد عرفتو، عرفانه نه حفظ نه علم. فرمود من آیه ای را سراغ ندارم که من نشناسم. بلیل نزلت ام بنهار، شب نازل شده یا روز. فی سهلن ام فی جبل، در کوه نازل شده یا در همواری. علی قرآن ناطق است. امام باقر فرمود کسی نمیتواند ادعا کند
عنده جمیع القرآن کل ظاهره و باطنه. خیلی ها تلاش کنن حافظ قرآن میشن، مفسر قرآن میشن. فرمود کسی ادعا نمیتواند بکند که ظاهر و باطن قرآن را در اختیار دارد غیر الاوصیا، غیر از اوصیا کسی دیگری قدرت را ندارد. اهل بیت با قرآن در تعاملند، همان گونه که اهل بیت، ببخشید، قرآن جهانی است، اهل بیت هم جهانی است. هنوز جهانی بودن اهل بیت قابل فهم نیست. انشالله روزی که آقای ما ظهور کند، خدایا ما را با مقام شامخ زهرا بیش از پیش آشنا بگردان، امنیت کشور ما کامل تأمین بگردان، مشکلات اقتصادی، امنیتی، مشکلات اجتماعی، همه مشکلات مردم ما، مسلمان ها را خدایا برطرف، فراوانی، عزت، برکات، اقتدار نصیب و روزی مردم و ملت ما بگردان. حوائج آقا و مولای ما صاحب الزمان فوق رغبتشان، صدقه سر اون بزرگوار، حوائج همه سربازان و ارادتمندان، مراجع عظام تقلید علمای خدوم، حوائج دوستانی که در مراسم نماز جمعه در این میادگاه عشق و همه مصلاها حضور دارند، برآورده به خیر بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا.